تماشاگران خوب تلویزیون دیدار نیوز، بهتون خوش آمد میگم. در این فرصت گفتگویی رو من با آقای فریدون اسماعیلی، بازیگر، دوبلور، گوینده و خواننده انجام دادیم، با هم اجرا کردیم که خالی از لطف نیست. ببینید این ویدیو رو. ایشون یکی از هنرمندان بسیار با سابقه و پیشکسوت ایران هستند و وجودشون افتخاری است برای هنر ایران. لطفاً تماشا کنید. خانم ها آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. شما بیننده تلویزیون دیدار نیوز هستید. من به یکایک شما که دارید تلویزیون دیدار نیوز رو تماشا میکنید هم تبریک میگم هم خوش آمد. برنامه مهمان من داره تقدیمتون میشه و مهمان من یکی از استادان برجسته ایران در عرصه هنر و اون آقای فریدون اسماعیلی هستن. خیلی محبت کردن، دعوت من رو پذیرفتن و در برنامه مهمان من شدن. در حقیقت مهمان شما شدن، چون شما دارید این برنامه رو تماشا میکنید. معمولا میگن که درباره سن افراد نپرسید و میگن که سن یک عددی بیش نیست و عدد قابل توجهی هم نیست، اون روحی مهمه که سن و سال و و و و و. آقای فریدون اسماعیلی رو همچنان فکر میکنم یکایی که شما به خاطر داشته باشید. بازیگر، دوبلور، خواننده و و و و و. من کم میگم که خودشون بقیه موارد رو بگن. خواهش. الانم ما هستیم و آقای فریدون اسماعیلی. من سپاسگزاری میکنم آقای فریدون اسماعیلی از شما. عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان، تهیه کننده محترم، جناب عالی، عزیزانی که همکار شما هستن. ابتدا باید به مخاطبین سلام میکردم، ولی میبخشن ما رو. بنده فریدون اسماعیلی پسوند کرمانشاهی داره و این از افتخارات منه که کرمانشاهی هستم. فرقی نمیکنه، مهم اینه که ایرانی هستم و برای این ایرانی بودنم حتی خیلی فداکاری کردم و جون میدم، افتخار میکنم. آقای اسماعیلی، از کی وارد عرصه هنر شدید؟ البته من اینو قبل از اینکه شما اینو بگید اینو بپرسم که به تصور من شما خانوادگی همگی هنرمند هستید. یعنی به نظرم میاد که خدا رحمت کنه آقای منوچهر اسماعیلی رو، برادر شما، و فکر میکنم الان فرزند شما هم در عرصه هنر هستن. شما با خانواده مجموعاً هنرمند هستید. بله بله. البته خب ریشه در خانواده و پدر بیشتر ما داشتیم، چون پدر صوت بسیار زیبایی داشت و این صوتی که احتمالاً بنده و اخوی مرحوم داشتن از پدر بوده که ما رو اینطور پرورش دادن که از این صدا بهره ببریم. من تا اینجایی که خاطرم هست از دوران ابتدایی، من و برادرم در یک مدرسه واحد بودیم. بعد که دوران ابتدایی تموم شد به مدارس بالاتر رفتیم و تحصیلات بعدی، به تدریج اشتیاقم به کارهای هنری بیشتر شد. رفتیم دنبال کار خوشنویسی و خوانندگی. ابتدا از کلاس استاد مهرتاش استفاده کردم، زمانی که استاد عزیز جناب شجریان عزیزم این کلاس رو طی کرده بودن و فینال رسیده بودن، من تازه وارد این کلاس شدم. ولی خب ما با هم یک سلام علیک رفاقتی پیدا کردیم و چون ریشمون در رادیو بود، اومده بودیم رادیو و در خوشنویسی هم شاگرد استاد امیرخانی الان خدمتتون میگم، ما هر دو یه جا با هم بودیم.
که استاد میرخانی، نه میرخانی، میرخانی استاد میرخانی، بله. گهگاهی استاد مثلا به من میگفت که محمد رضا رو دیدی سلام برسون، بگو یه سری به من بزنه. یه ارتباط اینطوری پیدا کردیم تا بعدها رادیو همدیگر رو دیدیم و پیدا کردیم که خوشبختانه ایشون درخشیدن و باعث افتخار مملکتم شدن. استاد اسماعیلی، شما از کی وارد رادیو شدید؟ رادیو رو از سالهای آخر دبیرستان، من شوق کار هنری داشتم، یکی از دوستان راهنمایی کرد که من بیام و برم به برنامه کودک خودم معرفی بکنم. وارد رادیو شدم، یعنی تقاضا کردم من اومدم برای برنامه کودک. منو راهنمایی کردن پیش استاد پیرنیا که بنیانگذار از بانیان خوب رادیو بودن، به ویژه کارهای کودک. من خدمت ایشون رسیدم، بعد گفت که چیه جونا؟ گفتم من اومدم برای برنامه کودک. گفت پسرم تو الان صدات از منم کلوفتره، شما باید بری برای برنامه های نوجوان. تقریبا دیپورت شدیم، ولی خب بعد از یه مدتی دوباره حالا برنامه های اتفاق افتاد و از طریق دوستان ابتدا من وارد دوبله شدم. بعد خانومی که مرحوم شدن از عزیزان ما بودن، ایشون منو چون با اون اشتیاق میدید خیلی پاپی شد که حتما یه کاری انجام بده. گفت فلان روز پاشو بیا میدون ارک رادیو، منم میام اونجا یه صحبتی با فلانی بکنم که بیای رادیو. اسم خانوم رو میتونید بگید یا نمیخواید بگید؟ حالا یادتون نیست، حالا باشه یا هر موقع فرصت شد بگید. خدمتتون عرض میکنم که رفتم رادیو، یه تستی دادم و برای گویندگی و بازیگری. برای استاد شهباز یه برنامه‌ای داشتن، روزای شنبه ضبط می‌کردن و این برنامه هفته یه دونه با آثار جاویدان ادبیات جهان آشنا شوید، یه برنامه بسیار خوبی بود. ایشون مترجم بسیار زبردستی بودن، البته دیپلمات بودن. بعد این برنامه رو هدایت می‌کردن، به من گفت صدات خوبه، شما هر شنبه صبح به صبح به من زنگ بزن، اگر رولی فراخور حالت بود برات میگم که بیای. من هر شنبه زنگ میزدم، مثلا میگفت ساعت فلان بیا، میرفتم و شروع کردم. تا بعد از یک مدتی کسی پیشنهاد کرد که به آقای بهرامی زنده‌یاد، صادق بهرامی، بله، کارگردان رادیو، به ایشون برم پیشنهاد بدم و خدمت ایشون رفتیم. ایشون هم یه تست گرفت و گفت صدات خوبه بیا و اینم قبول شدیم و به تدریج راه افتادیم برنامه‌های دیگه، رادیو تهران و اینا، همینطوری به تدریج مشغول شدیم. وارد تئاتر نشدید اصلا شما؟ چرا؟ من بعد از اینها چرا؟ من قبل از اینا تئاتر رو با کارهای مفصلی داشتم با دوستان در پایان نامه های مدرسه و برنامه های دیگه. بعد در سالن های تهران هم در بستی مثلا خودمون اجاره می کردیم و یه تئاتر رو می ذاشتیم و دعوت می کردیم و در بلیت می فروختیم و اینا. بعد گذشت، بعد از سالیان سال، اینی که گفتین تئاتر، با آقای مرحوم پرویز بهرام که ما کار می کردیم، یه روز گفت اسماعیلی من میخوام یک کار برای تئاتر کار بکنم. به اسخر سمسازاده گفتم بیا، تو هم بیا، یه نقشی برات گذاشتم. من بودم اسخر سمسازاده و این جناب نویسنده معروف، ایشون هم بازیگر بود اول،
الان فراموش کردم شما. اب نداره، حالا هر موقع فرصت شد اسمشون به خاطرتون اومد بله. بگید آقای اسماعیلی. بله بله، نمایشنامه رو ایشون نوشته بودن یا نگاهی از پل، یک کار درخشانی بود که ما با ایشون کار میکردیم. خانم ظفیره داداشیان یادمه، ایشون نقش خانمش رو کار میکرد و یه نقش دیگه هم بود، چند نفری بودن و اسخر سمسارزاده بود اینا. ما با هم در تئاتر کسرا نبچ خیابان بهار، یک سالونی بود که آرا خیلی هم محدود استفاده شد ازش، ما اونجا یه چند تا تئاتر گذاشتیم و همین کارهای محدودی. ولی بیشترین کار شما در رادیو بود، با رادیو بله. کار کردید. بعد از اینکه من در رادیو تقریبا یواش یواش راه افتادم، جا افتادم، دوبله احساس کردن که میتونم بمونم. در دوبله به تدریج با کار کردیم و با دوستان راه افتادیم و بالاخره اگر نخواهیم بگیم درخشیدیم، موجه کار کردیم. همینجا اینو بپرسم آقای اسماعیلی، شما به عنوان فریدون اسماعیلی با آقای منوچهر اسماعیلی برادرتون در یک اثر خلق شده، در یک تصویر، کار دوبله با هم کردین؟ البته کار ایشون در دوبله بسیار درخشان و جدا از من همیشه بوده و لذتش هم بردیم. من مسئول کار مشترکتون رو میگم. به اون صورت بوده، منتها تلاقی های خیلی محدود و کم بوده. ولی در یه مقصعی 7-8 سال پیش شاید، مرحوم حریز بهرام عزیز یک داستانی بهش داده بودن، گفت اسماعیلی یه کاری به من دادن، من یک بار این، یه بار یا دو بار این کار شده، چیز شده، رد شده، قبول نکردن صداها رو. من فکر کردم این مال شما دوتا برادره، یک کافه چیه؟ یه مشتری داره، این مشتری میاد این کافیچیه رو تحقیر میکنه، تحقیر میکنه، تحقیر میکنه، هر دفعه به یک نوع ایراد میگیره از قاشق، چنگال، فلان این حرفا. بعد از یه مدتی که با این میشینه صحبت میکنه، تازه میفهمی خود کافیچیه سهامدار این کافه است یا سرمایه داره، تو خونهش پیانو داره، زندگی بچهش فلانه، زندگی خودش این عالیه، ولی خودش به زندگی خودش برمیگرده میبینه زنش رو طلاق داده، زندگی عقب افتاده، یه یعنی مثلا $10,000 داره، اینه نمیدونه چی کارش کنه. این با اون تبختری که داشت به تدریج اینقدر افول میکنه، افول میکنه تا به پای این میفته، این پول از من بگیر، با اینجا شریک بشیم توی این داستان تو که من عبه. یعنی اون آدم زمان که چند دقیقه است آقای اسماعیلی؟ یه سینما چیته؟ فیلم کامل سینمایی. چون من میخواستم بپرسم اگه میشه من یه بخشش تو همین گفتگومون، دو سه بخشش رو براتون احتمالا میفرستم. محمود؟ بله بابا. این مرد کیست؟ سرورم، وقتی من به فرمان تو در زمان خوارزم به سفر رفته بودم، راه زنان قرخنجر منو زخمی کردند و کاروانم هم غارت کردند. این مرد که از آنجا میگذشت مرا نجات داد. به تو اجازه میدهم به این مرد هدایای دلخواهش را بدهی. قربان، بهترین هدیه برای پرنده صحرایی گشودن در قفس. شاعرانه حرف میزنی. قربان، این مرد مسلمان و جوینده دانش و سراینده است. عجب عجب، مرد شاعر، تو میدانی که من شعر را دوست دارم؟ نه. این کافچی اول با خودش حرف میزنه، میز میچینه و با خودش حرف میزنه و اینکه هرس میخوره میز به این خوبی تمیز، قاشق و چنگال تمیز، فلان، تو این میای از من ایراد میگیری، چی میخوای فلان. این یه تیکه اولش رو بذارید. یه تیکه هم داره که مثلا اینا با هم، دو تیکه دیگه هم داره که این با هم کلکل میکنه. حتما، خیلی زیبا. با اجازه شما این کار رو انجام میدم، شما استفاده بکنید. اتفاقا جزو کارهای درخشان منه، از افتخارات منه در کنار اخبی. حالا بحث دوبله رو گفتین، تئاتر رو اشاره کردیم، وارد عرصه سینما هم شدید، شما بازی کردید در سینما.
زیاد دعوت شد اونجایی که یادم هست دعوت میشد از شما، شما نمیپذیرفتید. بله من ببینید محدودی تئاتر و دوبله و رادیو برای من ملموس بود، یعنی راحت تر میتونستم اظهار وجود کنم، ولی در سینما شما حالا بیای فرض کنید در رادیو راحت تر میتونید یک رولی که گفتید مثلا کوتاه هست یه زمان رو محدودی دوباره یه رول بهتر بد میدن تا رول درخشان، ولی در سینما زمان طولانی میبره تا بدرخشی، بنابراین وقت من گرفته میشد. منم اگه میخواستم به اون شکل عمل بکنم که هم رادیو هم دوبله هم خط خوش نویسی هم دفعه با میلم نبود، من تابون نعل اینها حرکت میکردم به طوری که بتونم. ممنونم از توضیحی که بیان کردین، چون برای شنونده این سواله که چرا شما وارد سینما نشدین یا اگر شدین کم شدین چرا نمیپذیرفتین. سینما که شما اشاره داره که من اعتقادم اینه عرصه‌ای داره که واقعا بازیگر با تمام وجودش براش بذاره، مثل تئاتر هم همینه، اون تئاتر ملموس‌تره. شما آقای اسماعیلی یه زمانی زمانی که این کارا رو داشتید، یعنی بازیگری میکردید، دوبله کار میکردید، کار خوشنویسیتون رو انجام میدادید، خوانندگی هم کردید، بعضی از صداهای شما رو ما داشتیم و یه اثری از شما من خیلی سال پیش، شاید مثلا بیش از 44-45 سال پیش کاستش رو شنیده بودم که قهقه هست، خنده هست و همراه با اون تنبک وجود داره. به یاد دارم که یه زمانی گفته بودید که تنبک اون رو آقای حسین تهرانی زدن. نه. سیامک پویانمنش امریکا هستن، ایشون شاگرد استاد تهرانی بودن. این پس ایشون شاگرد استاد تهرانی شاگرد چون به نقل از شما این رو گفته بودن. حالا ما اگه تونستیم با اجازه شما یه بخش کوتاهی از اونم پخش میکنیم. بهش اشاره بکنم، من بنا به ذوقیاتی که داشتم
تقریبا میشه گفت در یه مقطعی از خانواده جدا شدم، نه به خاطر قهر یا نارضایی از خانواده، به خاطر اون اشتیاقی که به کارم داشتم. بیرون اتاقی گرفتم، بیشتر کارهای خودم رو دنبال میکردم. اولین اتاقی که من گرفتم در خیابان هدایت پشت استودیو شهاب بود. شبها میمیدیم با این بچه های استودیو شهاب، آپاراتچی و تهیه کننده و اینا میشستیم و بحث و صحبت و کارهای هنری. من وقتی که میخندیدم با یه ریتم خاصی میخندیدم، این رفیقم خوشش میومد، گفت این چقدر قشنگه، اینو خودت تو که این کاره یه کارش بکن بهتر بشه. این منو سر ذوق بیشتر انداخت. رفیقی داشتم که همین خدمتتون عرض کردم، آقای پویان منش، نوازنده بسیار خوبی بود، اغلب توی برون مرزی کاراشون رو میبینید، شاگرد استاد تهرانی بودن. بهشون گفتم یه روز بیا بریم استودیو، کار کرده بودم یه ریتمی رو کار کرده بودم. رفتیم در یه استودیوی، یه صفحه زدم که پشتش یه آهنگ خوندم و این برشم یه خنده، این خنده هم به این شکل بود که از ریتم معمولی شروع میشه به قهقهه میرسه ولی با ضربه، و این کار بسیار هم فاخره هم غیر قابل تقلیده، چون اگه قرار بود این اتفاق بیفته تا حالا شده بود. ریتمش بر اساس نوت خاصی هست یا نه؟ نه، ریتم من با ریتم ضرب، یعنی اگه مثل موزیسیان که یه خورده بداهه نمیتونه، همینه، یعنی همگام با ضرب و ضربم همگام با من مچ بودیم با هم، یعنی چون کاملا مشخصه خیلی مچه. حالا فقط اون نبوده، اون کارهای اولیه من بوده که من خب کار ماندگاری شد، هم ماندگار بعد شد، هم خیلی جاها از اون کار استفاده شد به نام شما. بله، از کارهای شاخصی دیگه هم باز جانی دالره که من چون هر شب در داستانهای جانی دالرش هفته یه بار پخش می شد، بازیگر نقش اول بودم همیشه. بعد دوستی داشتم این شعری رو که برای جانی دالر ساخته بود، اومد با من صحبت کرد که اگر موافقی اینو بیا استودیو بریم ضبط کنیم. تمرین کردیم، خوندیم و اینا، رفتیم استودیو ضبط کردیم، به کار خوب شد که اینم صفحه شد و پشت همین خنده، و اینم کار خیلی جالبیه. حالا اون صدای خود جانی دالر هم شما دارید میگید یا آقای حیدر صارمی میگن؟ آقای صارمی هم نبودن، آقای پرویز بهادر بودن، پرویز بهرام بودن. این صداها مال اون آقایون بود. و ولی استاد من این رو هم بپرسم که توی مجموعه کارهای رادیویی، نمایشگاه رادیویی، کاری که خیلی به دلتون میشست و دوست داشتید اون کار رو همیشه انجام بدید کدوم یکی از کارهاتون بود؟ من حقیقتش نمیتونم اختلافی بذارم بین وجه تمایزی بین برنامه هم بذارم، چون عاشق بودم، عاشقانه. ما هیچ کدوم نمیتونیم بین کارهامون یا مثلا از هر کسی که یه خلق اثری داره نمیتونی یه کار زیباشو از کار نازیبا جدا کنه، همه رو دوست داشته. ولی یه کاری مثلا مورد توجه مخاطب شما بود، مخاطبمون رو بیشتر دوست داشت. بله، ببینید من در برنامه کودک بابا ابر رو داشتم، برنامه بابا ابر که خیلی شاخص بود، بچه‌ها رو هفته یه بار برنامه داشتم که می‌برد به شهرستان‌ها و با آثار دیدنی باستانی و آب و هوا و اون مناطق صحبت می‌کرد. این برنامه خیلی شاخص بود، گرفته بود و بر اساس اینا ما هم تماشا می‌کردیم، گوش می‌کردیم. بله، بله. این بود که باز در کنار این، چون شرکتی داشتم، کارهای کاست می‌زدم، کارهای کودک می‌زدم، دوستان در نقش‌های مختلف گهگاهی هم استفاده می‌کردن از من، از جمله خروس‌دری پیرنپری که از کارهای شاخص بنده بود، که از کارهای شاخص زنده‌یاد احمد شاملو بود،
که من نقش خروس بازی میکردم و میخوندم در این نقش. این هم از کارهایی بود که خیلی جذاب بود برای بچه ها و هنوزم خواهان داره. شما یه زمانی هم آقای اسماعیلی رو آوردیم به کارهای تبلیغاتی، تیزرهای تبلیغاتی شرکت داشتم، شرکت چکاوک رو داشتم، بله شرکت چکاوک رو داشتم. کما اینکه مثلا من برای شرکت‌های مختلف، سوژه‌های مختلف فیلم می‌ساختم یا آگهی رادیویی زیاد می‌ساختم و از شرکت‌های خیلی به نامم بودیم زمانی که کار می‌کردم. شاب لورنس رو خودتون به یاد دارید؟ من شاب لورنس رو کار کرده بودم برای رادیو. مدیران اونجا خیلی شائق شدن که من ترکی اینم بسازم. گفتن میتونی؟ گفتم خب میتونی که من نمیتونم، اجرا میکنم ولی باید بدم اینو تبدیلش کنن. شعر رو دادم به یکی از دوستان تهیه کننده مون که ترک بود، گفتم اینو برای من اگه تونستی تبدیلش کن به ترکی. شعرشو برام ساخت و به ما داد و ما بر اساس همون ریتم و آهنگ و فلان اینو خوندیم و یک سال این پخش میشد در آذربایجان. هیچ کسی هم نمیدونست که طرف اصلا ترک نیست، چون کار خیلی زیبایی شده بود. من اینو رفتم استودیو ضبط کردم. فارسیش این بود که هر طرف رو میکنم روی تو را میبینم، خسته از کار که میام پای تو من میشینم. شاب لورنس خیلی قشنگی، از همه عالی تری فلان. بعد ترکی اینم گفتم گدیرم هر گیره رخسارین گل تک گریرم، یورگونیشتن گریرم من یانونده آیله شیرم. شاب لورنس چوخته گذرسن هاموسی صوف ملیسن، هنریم من به ازوغ بشریم ما یاسیسن. بریم داخل خانواده. بفرمایید. کی ازدواج کردید؟ چند تا فرزند دارید؟ بله بله، عرض شود که تقریبا 31-32 سالگی بود که ازدواج کردم. بعد یک پسر یه دختر، پسرم آرمین اسماعیلی که گریمور قابلیه و مشغولن در سینما، دخترم هم عکاس قابلیه ولی خب الان بیشتر خانه‌داری رو ترجیح میده. در یه خانواده هنرمند، فرزندانم هنرمندن. من نوش جانتون بفرمایید، خواهش میکنم. همسر هم از همکاران هستن یا نه غیر همکار؟ ایشون نقش درخشانی در کارهای زندگیش داره. مددکار اجتماعی بودن که بازنشسته شد. خب بریم سراغ بعضی از نکات دیگه‌ای که مورد توجه میتونه بله. بگیره. الان چی کار میکنید آقای اسماعیلی؟ باز رادیو همکاری دارید، با تلویزیون همکاری دارید؟ عرض شود که بازیگری دارید الان انجام میدید؟ به همت و لطف کرونا، بعد از کرونا تقریبا بیکارم. یعنی حالتی شده که نه دست به کار میره ولی خب توی خودم هستم. کما اینکه بعد از کرونا من شعر و آهنگ آرام بگیر رو ساختم، ضبط کردم. آهنگ ایران رو ساختم که کار درخشانی شده که اونم من براتون خدا دارم.
انسان فرکه خوشم، من اون دریای بی آبم، به چشم من به درمانده ندیدارم ندخوابم، به چشم من به درمانده ندیدارم ندخوابم. و غزلی از حافظ که با تنبور خوندم، اونم کار خوبی. تو این چند سال باز بیکار نبودم. اگرم دعوتی شده شاید احتمالاً مثلا کار در حدی نبوده که من دنبال بکنم، ولی خب کار چندانی نبوده و تقریبا نه رادیو نه دوبله، بیشتر بیرون. اگر کاری بوده برای شرکت هایی که مایل بودن صدای برنامه و چیزی داشته باشم، برفتم اجرای کار کردم. کلاس دارید؟ آموزش میدید؟ کلاس های من بله کلاس دارم. من در مشهرم کلاسی چیز کردم که انقریبه که مجدد در تهران این کلاس رو دایر کنم، چون که متقاضیان همچنان با من در ارتباط هستن. امیدوارم که بتونم دوباره در خدمت عزیزانم در این چی تدریس میکنید استاد؟ فن بیان و گویندگی. بازیگری هم حاضرید کار کنید؟ تئاتر حاضرید؟ چرا که نه، ولی خب اگر متقاضی به حدی باشه که آدم بتونه در عرصه کار بازیگری هم ورود کنه خوبه، ولی خب فعلا ما استارتمون همین بوده. کلاس هایی که گذاشتیم خیلی هم استقبال شده و چه بسا تعدادی هم شدن گوینده های نابه. خواستم بپرسم که از اون منطقه الان من حضور ذهن ندارم که خدمتون بگم، ولی هستن دیگه. الان خانم مریم مقدم هست، دوستان دیگه هستن که با من کار کرده بودن و صداهای خوبی هم دارن. نکته ای هست که دلتون بخواد بگید و من نپرسیدم ازتون؟ هرچی میخواهد دل تنگت بپرس. من چی بگم؟ من خیلی دارم میخواست خیلی چیزهای دیگه هم بپرسم. بعد یکی این که مثلا کی دلتون شکست تو عرصه هنر؟ نمیخوام بگم. خب این یکیش. بعد کدوم یکی از هنرمندان رو؟ چرا نپرسیدی؟ چرا نه دیگه، شما وقتی نمیخوایم بگم چرا بپرسم؟ خیلی خوب بگید. یه وقتی هست که من کم میارم توی اجرای کارم، وقتی دلم رو بشکنن با دلم میشکنه، وقتی کم نیارم روز به روز کارهای بهتر رو به والاتری رو عرضه کنم، خود به خود پوشش میده به اون بغضی که داشتم. پاسخ تمام شد اینجا. خیلی خوبه. بعد کدومی که از هنرمندا رو خیلی دوست دارید؟ کجا کی؟ تو ایران هنرمندان ایرانی، حالا چه رادیو تلویزیون تئاتر خواننده که حالا آقای شجریان رو ایشون که بله ایشون که بله بله از خط آقای میرخانی رو نام بردید. بله و نمیخوام ببینید بعضیا درخشانم، چه من بگم چه نگم، مثل همین جناب شجریان میدرخشن، ولی بعضیا رو الان خب نمیخوام. اگر اسم احمد جان طبعی رو مثلا رفیقم رو بگم، رفیق طبعی که باز با من رفیقه، نگران چرا اسم اونه نگفتم. خب ما در شرایطی هستیم که این مقداری ببخشید ذهنیاتمون تقریبا بکسوات کرده، شاید نتونم از ادای دین بکنم، ولی خب همه رو دوست داره. خیلی خوبه. الان دلتون میخواد چه کار بکنید؟ چه اثری رو خلق کنید؟ کجا میخواییم بازی کنید؟ کجا کار کنید؟ من در شرایطی که داشتم از یک دو مورد غافل شدم، و اون این که کتاب شعرم رو چاپ بکنم، یعنی خواستن رو خودم همت نکردم که بشیم یا تدوینی بکنم که بدم، و صداهایی که داشتم، آهنگهایی که خوندم. البته در گذشته صفحه داشتم، صفحه های قبل از انقلابم هست، چه برای کودک چه صداهای خوانندگیم، اینا هست که کار کردم. ولی
الان در فکر این هستم که حداقل بتونم کارهای شعریمو به سامان برسونم و آهنگهام که بتونم اونها رو سامان بدم. استاد اسماعیلی، این سوالی که میخوام ازتون بکنم شاید یه کمی سخت باشه و شاید دوست نداشته باشید. بازم اگه دوست ندارید بگید دلم نمیخواد که پاسخ بدم. نه خواهش میکنم. وقتی ما نگاه به زندگیمون میکنیم و یک نگاه به گذشته میکنیم، اصولش اینه که به گذشتمون بدهکار نباشیم. چیزی نباشه که بهش فکر بکنیم یا حس بکنیم اگر اینطور بود یه اتفاق دیگری میافتاد یا اگر من این کارو میکردم شاید شرایط بهتری داشت. اون بهش بگیم بدهکاری. شما تو زندگیتون تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم در این برنامه به گذشتتون بدهی دارین؟ عرض شد که نمیشه ارزیابی کرد به این شکل. چه بسا اگر فرض بفرمایید یک اوکازیونی برای من در شروع کار سنین پایین اتفاق می افتاد و من استفاده نکردم و چه واسه باعث می شد من اصلا فراموش بشم، ولی بدون اینکه خودم هم متوجه باشم استفاده نکردم، تو مسیر زندگیم همونی که خواستم راه افتادم. یعنی خیلی راحت به شما بگم، یکی از مهندسین رادیو در شرایطی که حتی من ازدواجم نکرده بودم، ایشون به من گفت فریدون فلان روز اگر مایلی برادر خانم من تیمسار فلانی، من که نمیشناختم، اصلا نمیدونستم، نگفت تیمسار، ایشون میخواد پسرش بفرسته خارج آمریکا، جشنی گرفته. حسین همدانیانو گفتم، اینو گفتم، اونو گفتم، تو هم بیا برنامه رو بگردون و بخون و فلان و اینا. مهندس اف ام بود، رفیقمون بود، حالا اسم میارم. ما اون شب رو رفتیم تا ساعت 3 نزدیکای صبح. حالا اون موقع من شیرین کاری میکردم، لطیفه میگفتم، لطیفه میساختم و میخوندم و فلان. موقعی که خداحافظی کردیم تیمسار، اون موقع فهمیدم تیمساره، ما رو بغل کرده بوسید که فردا بیا اداره پیش من. من هم نمیدونستم اداره چی به چی کیه. بعد پرسیدم، گفتن فلان جا میدون توپخونه گذرنامه. برای من فرقی نمیکرد. ما فردا رفتیم گذرنامه، اون موقع تو میدون توپخونه بود. نمیدونم شما حضور ذهن دارید یا نه. نه من یادم بعد... نیست گذرنامه دارم. بله. بعد از در که وارد شدم این کانتر کانتر بود. کانتر دوم رفیق خود من بود که همکلاسیه من بود، افسر شده بود. بلند شد وایساد و تق زد بالا که اینجا چی کار میکنی و فلان. گفتم تیمسار. گفتن که بیا پیش من. گفت رو خدا سفارش منم به تیمسار بکنه فلان. با اومدیم بالا پیش تیمسار، ما اگر بغل بوسید، آقا رئیس گذرنامه این مملکت بود. اینقدر برای ما به صورت راحت الحلقوم تحویل گرفت حسابی. گفت بیا برنامه تو ردیف کنم با پسر من برو آمریکا. به من فوش ندید، خواهش میکنم تو دلتون چیزی به من نگید. من همون بودم که همین شدم. ایران ترجیح دادید و موندید و ببینید ذوق موندن و ابراز وجود کردن و کار کردن در من غلیان داشت. آمریکا برای من مطرح نبود که همه بال میزدن براش. حالا به هر صورت اینطوری شد، نباختم، شدم همین و بسیار خوش کردم. چه بسا بدهکار نیستی. چه بسا الان رفیقی دارم در اونجا که مرتب به من میگه پاشو بیا. میگم الانم نمیام. میگه تو هیچ خرجی نداری، فقط بلیطت هم برات میفرستم. میگم نمیام. وقتی نیومدم الانم نمیام. الان راحتم. همین که تا اینجا تونستم خودم رو اداره بکنم، چهار نفر دوست و رفیق و از مردم بتونم جذب خودم بکنم، خدا رو شکر میکنم. شما به این بحث کودک اشاره کردید. بله. خروزدری، اینو کمی دربارش بیشتر صحبت میکنید؟ عرض شد که
خروسری پیرانپری از کارهای درخشان زنده‌یاد احمد شاملو بود که دوستان که با من در ارتباط بودن و من گفتن که فلان روز ما این ضبط رو داریم و این نقش رو برای شما پیش بینی کردیم. رفت بهم اون روز خود زنده‌یاد احمد شاملو هم حضور داشت. وقتی که من این نقش رو بازی کردم سر تا سر اجرا لبخند این مرد رو که هرگز من ندیده بودم و اون رضایتش برام نوبر بود. بعد البته ناگفته نماند، من قبلا یک شعری از ایشون خونده بودم که ازشون اجازه گرفتم، امضا دادن. تو بهاری من زمین، تو در... کار خوبی هم هست، شاید براتون بفرستم. ما اینا ضبط کردیم با بچه ها، ریتمش هم قشنگ، کار خوبی بود. بعد که اجرا شد گفتم شما حیفتون نمیاد که این رو به همین سادگی با همین اجرا با همین ضبط بخوایم بدیم برای بچه‌ها؟ گفتن چیکار؟ حالا همین تهیه کننده این کار رادیویی استاد شاملو خودش. گفتن موسیقی بذارین رو این. موسیقی اینو گفتن دست نگه دارین. قیچیش کردن از همین جا دوباره استارت زدن با موسیقی، موسیقی آهنگسازی دادن به روشن روان یا حالا خدمت کن بعدا شاید بفرستم آهنگ این رو چیز کردم و یه روز رفتیم این رو میکس کردیم که این صداهای خوب خود خروسه وقتی میخونه از کارهای شاخص کودک در اومد که خیلی هم بربرداری شده ازش که روبای دومش درازه هیبتی و قبازه. این صدای خروسه بود که توی آهنگم میخونه. میتونید ادامه بدین؟ فعلا نه. آمادگی نداره. استاد فریدون اسماعیلی، از شما خیلی سپاسگزارم که امروز لطف کردید در برنامه مهمان من مهمان ما شدید، آمدید. محبت دارید. از برخی از آثار هنریتون گفتید، ما رو خوشحال کردید، یقین دارم مخاطبانم خوشحال شدن. مرسی. به نظرم میاد که برن دنبال بعضی از آثار شما، آثار شما رو از نزدیک بشنون، تماشا کنن. شما خیلی لطف کردید و ما خوشحالیم از این بابت که مهمان ما بودید. متشکرم استاد اسماعیلی. بنده خوشحالم حداقل یک جا این درج میشه و عزیزانی میبینن و میشنون و من تجدید خاطره میکنم با صدای شما و رسانه شما با عزیزان مخاطبم. متشکرم از شما و عزیزان دستندرکار. ممنونم از اینکه در برنامه مهمان من دیدار نیوز شرکت کردید و خب نکات بسیار ارزنده ای رو در عرصه هنر و خودتون بیان کردید. من یقین دارم بینندگان ما از این برنامه لذت بردن. اما شما بینندگان گرانقدر، از اینکه به تلویزیون دیدار نیوز اومدید و در استدیوی دیدار نیوز برنامه مهمان من را تماشا کردید، من و یکایک همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لحظه هاتون خوش.